دوستان سلام من افشین هستم و اینجا استودیوی خونگی منه امروز میخوام در خصوص بافر سایز و تاثیر اون بر روی پروژه صحبت بکنم مثلا بافر سایز چی هست به میزان زمانی که طول میکشه یک صدا وارد کارت صدای شما بشه و به سی برسه و پروسس بشه بافر سایز در قالب میلی ثانیه گفته میشه بافر سایز رو شما در کانفیگ های کارت صداتون میتونید ببینید در اینجا سمپل ریز رو توی آموزش قبلی در موردش صحبت کردیم بافر سایز هم عددی بین 16 تا 1024 بسته به نوع کارت صدای شماست اما چه بافر سایزی برای من خوب هست که انتخاب بشه؟ ببینید برای انتخاب بافر سایز کمترین حالت ممکن وقتی میخواید ریکورد بگیرید انتخابش صحیح ترین و آقایت ترین کاره بنابراین من میخوام از یه سورس بیرونی ریکورد بگیرم پس نیاز دارم که صدایی که داره پروسس میشه با صدایی که داره پلی میشه با هم سینک باشن پس کمترین بافر رو در نظر میگیرم اما این بافر سایز رو من آیا میتونم 16 انتخاب کنم 100 درصد نه امکان پذیر نیست اعدادی که امکان پذیر هست از بین 96 تا 256 برای ریکورد گرفتن از سازهای زنده فکر می کنم در دسترس شما باشه بسته به کانفیگ کامپیوتر شما و خب من کارامو انجام دادم ریکوردامو گرفتم و دیگه الان چیزی ندارم که نیاز به پروسس باشه یه صدای بیاد توی کارت صدای من و به قولی نیاز باشه که سی پی اون رو تحلیل بکنه پس میمونه تموم شدن کار من و پلی شدن کار من اما تو زمانی که من کار رو پلی میکنم چون وی ها درگیرن انواع اقسام وی ها دارن کار میکنن سی پی من میره بالا و سیستم من به خرخر میافته. این اتفاق از سی Usage یوزج نشعت میگیره که یکی از راه هایی که شما میتونید این یوزج رو بیارید پایین همین پایین آوردن این سرعت به قولی بافر سایز هست بنابراین وقتی که پروژه شما تکمیل شد بدید کار مستر انجام بدید بیایید بافر سایزتون رو در آخرین حالت ممکن قرار بدید و کامفیگ رو ببندید و در اون شرایط ملاحظه میکنید که فشاری از روی سی پی بر... نمیگم چون همه به قولی قسمت ها به سی فشار میاره یه فشاری رو از روی سی پیو برمیدارید که امکان داره که پروژهتون بهتر شنیده بشه پس این از بحث بافر سایز من رو در اینستاگرام با آدرس افمیر میتونید فالو بکنید چنل آپارات من رو میتونید دنبال بکنید و چنل یوتیوب من رو اگر سوالی داشتید اینستاگرام در خدمتتون هستم ممنونم